22 سال قبل در 11 مارچ 2001 دو تندیس بزرگ تاریخی در دل کوههای بامیان تخریب شدند. بناهای تاریخی که یک زمان از جاذبه‌های اصلی گردشگری در افغانستان محسوب می‌شدند. قبل از آن که در زمان حاکمیت طالبان تخریب شوند، بزرگترین تندیس‌های بودا و بلندترین مجسمه‌های سنگی در جهان به شمار می‌آمدند. سلسال و شهمامه دو تندیس به سبک کهن هنر یونانی و بودایی که حالا از آنها فقط دو حفره باقی مانده است. در بخش دوم ویدیوهای مهمترین خرابکاری های طالبان، این بار به بررسی داستان سلسال و شهمامه و چگونگی تخریب آنها توسط طالبان می پردازم. بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که بیشترین آثار تاریخی فرهنگ بودایی در آن جا گرفته است. پیش از سقوط دولت قبلی، این ولایت محل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی بود که از این آثار بازدید می‌کردند. گروه طالبان پیکره سلسال شهمامه را در سال 2001 منفجر کردند. این پیکره نماد تمدن دوران بودایی در بامیان بود. بر اساس داده‌های تاریخی، پیکره‌های بودای بامیان بین سال‌های 300 تا 700 میلادی در دل کوه کندنکاری شده است. در سال 1999، ملا عمر فرمان حفاظت از تندیس‌های بودا در بامیان که در سده 6 میلادی بر صخره در دره بامیان هزارجات کندنکاری شده بودند را داد. اما تندیس‌ها از سوی طالبان با دستور شخص ملا عمر نابود شد. در روز 9 مارچ سال 2001 میلادی، نیروهای طالبان به فتوای ملا عمر بر روی مجسمه‌های غول‌پیکر بامیان آتش گشودند تا در شامگاه 11 مارچ از سلسال شهمامه تنها دو حفره باقی ماند. تندیس‌های بودا در بامیان تا قبل از آن که در زمان حاکمیت طالبان تخریب شوند، بزرگترین تندیس‌های بودا و بلندترین مجسمه‌های سنگی در جهان به شمار می‌آمدند. با باور برخی از کارشناسان، مجسمه‌های بودا در بامیان اگر تا دیروز نماد از دیرینه تاریخی در این سرزمین بوده، اما امروز یادگار سال‌های حاکمیت افراط‌گرایی مذهبی در این کشور است. دلیلی که در سال 2001 طالبان برای تخریب بودا اعلام نمودند این بود که بودا نماد بت پرستی است و موجودیت آن در کشور اسلامی جواز شرعی ندارد. گفته های زیاد در مورد ساخت مجسمه های بودا در بامیان وجود دارد. باستانشناسان می گویند احتمالاً این بناها در بین سالهای 300 و 400 میلادی ساخته شده است. بعضی ها هم با دقت بیشتر می گویند مجسمه بزرگ بودا در قرن 5 میلادی و مجسمه کوچک در نیمه دوم قرن 3 میلادی ساخته شده و دکورهای اطراف آن از جمله آشیانه ها در قرن بعدی تراشیده شده است. اما بعض باستانشناسان به این باورند که ساخت مجسمه های بودا 800 سال قبل از میلاد صورت گرفته است. در قرن 18 و 19 میلادی اکثر اسناد تاریخی افغانستان در رابطه با بودای بامیان توسط سلاطین آن زمان نابود شده است. پیکره 53 متری بودا در یک تالار یا خارکوه سنگی قرار داشت یا تراشیده شده بود که ارتفاعش 58 متر اندازه گیری شده است. پیش از انفجار و نابودیش زینه مارپیچی و پله های در پهلوی پیکره ها بود. در سنگ کوهباره تراشیده شده بود و پیکره 35 متری بودا در یک تالار یا خارکوه سنگی با ارتفاع 38 متر اندازه گیری شده است. یعنی که بلندای اتاق شهمامه 2 متر از تندیس بزرگتر است. هنوز بزرگی تندیس ها حتی از سوی باستانشناسان معتبر به ارتفاعات گوناگون پنداشته شدند. با
گذشت این همه سال نه تنها عاملان این قتل عام فرهنگی نه در دادگاه‌های ملی و بین المللی محاکمه نشدند، بلکه دوباره به قدرت بازگشتند و در خاک بودا حکم روایی میکنند. با مجسمه های تخریب شده عکس میگیرند و ظاهراً با ایجاد پوسته امنیتی مدعی محافظت از اماکن تاریخی هستند.